جهان از نگاهی دیگر، میزگرد سیاسی، بررسی اوضاع سیاسی ایران، منطقه و جهان با حضور کارشناسان. برنامه از رادیو مانی. درود میگویم به شما بینندگان، همراهان و شنوندگان رادیو مانی. من مانی هستم. عرض ادب. در افغانستان چه خبره؟ چگونه شد که یک کشوری که 22 سال مردمش، بخشای وسیع از مردمش و دولتاش، حالا خوب و بد، و خیلی از کشورهای غربی کمکش کرده بودن تا از اعماق تاریخ جلو بیاد، به ناگهان دوباره در عرض 10-12 روز همه چیز عوض میشه و دوباره طالبان برمیگرده. یعنی افغانستان برمیگرده به صدر اسلام ناب محمدی، با همون لباس محمد بر تن طالبان، با همون شمشیرها، با همون نگاه، با همون سخنان و همون آیات. پرچمش هم که همون پرچم الله است و محمد. چه اتفاق افتاد و تأثیر این بر کشورهای همسایش چیست؟ نقش کشورهای همسایه در افغانستان چیست؟ و جداتر از همه اینها، جمهوری اسلامی چرا به ناگهان به پشتیبانی از طالبان برآمد؟ و البته همزادم هم گوهرم باید هم بر بیاد. چه منافعی برای جمهوری اسلامی داره حضور طالبان در حکومت افغانستان؟ و در زمانی که مردم ایران داشتن آماده می شدن از خامنه‌ای شکایت قانونی بکنن، ببرنش مثلا اگر بشود، اصلا طرح خود مسئله مهم بود، و مسئله کشتار جمعی آمدانه توسط جمهوری اسلامی، خامنه‌ای و کرونا در ایران، خشکسالی، نبودن غذا، گرانی، این فیلمایی که درباره شکنجه زندانیان سیاسی منتشر شد، تمام بلایایی که در زمان حاضر در ایران میگذره، همه دست به دست هم داده بودن، اومده بودن جلوی صحنه، که ناگهان آقای بایدن صحنه افغانستان ترک میکنه، اخبار میاد در سطر اخبار افغانستان، و جمهوری اسلامی یک نفس راحتی میکشه. و امروز که الان که من با شما سخن میگم، امروز صبحم که عذاب کردستان ایران رو در اربیل زد و هر روز تازه کارهای بیشتری خواهد کرد، یعنی احساس میکنه که حالا دیگه میتونه بیشتر بگیره، بیشتر بکشه، زندان کنه، قانونی هر چیزی میخواد تصدیق بکنه ببره جلو. در این روابط سخن میگم با دو دوست ارجمند، آقای علی اصغر سلیمی که بارها در این رساله بودن، و آقای اکبر کریمیان که برای نخستین بار هست تشریف آوردن. ایشون کنشگر سیاسی هستن، اتفاقا مقاله خیلی خوبی هم نوشته بودن در همین زمین ها، برای من فرستادن، من خوندم، ازشون دعوت کردم بیان با اون حرفاشون رو در اینجا برای شما مطرح کنن. خیلی خوش اومدید دوستان ارجمند. و اگر اجازه بدین من با آقای اکبر کریمیان آغاز میکنم و از ایشون میپرسم که شما در مقالاتون چی مطرح کردید؟ این در واقع همین توجهی رو که به ایران من در پیش گفتار گفتم، اونجا هشدار دادید و ذهن رو بیدار کردید که موضوع کجاست برای ما و چه باید بکنید. در خدمت شما هست. ممنون. با درود به شما و بینندگان عزیزتون و سپاس از اینکه من دعوت کردید به برنامه‌تون. بله، همینجور که فرمودید یه سلسله مقالاتی بود، 3 تا در واقع مقاله نوشتم در رابطه با مسئله افغانستان از زمانی که اعلام کردن که 7 جولای که قرار از افغانستان آمریکا خارج بشه، مقالاتمو تهیه کردم، نوشتم به ترتیب که مشخص کنم که ببینید این تحولاتی که رخ داد، همونجور که فرمودید از اون سپتامبر 11 که شروع شد و وارد شدن تا به اینجا که ما الان هستیم، آمریکا نشون داد در منطقه یا در اون افغانستان که مسئله حقوق بشر و قوانین و بین المللی اهرمی است برای رسیدن به منافعش، یا در واقع
از عبور از این حقوق بشر و قوانین بین‌المللی برای تثبیت منافعش. بحث اولم رو شروع کردم در رابطه با اینکه آمریکا با خروجش از افغانستان مردم دردمند افغانستان رو رها کرده زیر به اصطلاح لطف و محرمت طالبان تروریست و کشتارگر و قصاب. به همین ترتیب در مقاله آخرم که شما بهش اشاره فرمودید، این درد بزرگ رو که ما متاسفانه بعضی از این محلل های سیاسی و کتوله های سیاسی این برانور موجی رو به وجود میارن، افکار اجتماعی و سیاسی مردم ایران رو از مسئله اصلی منحرف میکنند و اشاره داشتن. هیچ کدوم از ماها که الان در استودیو خدمت شما هستیم و دیگر ایرانیان و آزادگان جهان و تمام مردمی که با استبداد دینی و هر استبدادی مخالفن، از اینکه مردم افغانستان ایستادگی بکنن در مقابل طالبان بسیار خوشنود هستیم و هر کمکی که از دستمون برداد انجام خواهیم داد. اما این انحرافی که به وجود اومده در این میدیا و شبکه‌های اجتماعی مسئله بغرنجی رو به وجود آورده که این به نظر من جا داره که ما یک تعاملی داشته باشیم و روی اون نگاهی دوباره بندازیم. شما ببینید که الان در حال حاضر ما چه موقعیت‌هایی رو داشتیم. قبل از این انتخابات ریاست جمهوری، حرکت‌های گسترده مردم در رابطه با تحریم فعالان انتخابات ریاست جمهوری پیروزی بزرگی رو برای مردم برنامه بود. تو این حکومت جمهوری اسلامی و خامنه‌ای یکی از بحران‌هایی که در مقابلش بود عادی سازی این جایگزین دو تدارکاتچیش بود که اینها رو می‌خواد جایگزین کنه. و همینطور که میاد بحران کرونا که موجب شد که خامنه‌ای یک نرمش قهرمانانه به قول خودش انجام بده، یک چرخش دیگه بزنه که این چرخش چقدر از این هم به جان هموطنان ما رو گرفت. مسئله بی‌آبی، کم آبی و هزاران مشکل دیگه در خوزستان که این هم باز یک درد دیگه از مردم هست که همینجوری گریبان مردمه. فرد در بلوچستان، نداشتن اینفراستراکشن یا زیربناهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در اونجا که هنوز داره جان بچه های اونها رو میگیره در اونجا و هنوز این رژیم به فکر این نیفتاده که به اونها کمک بکنه. مسئله کولبرها رو داریم، همین دیروز دوباره یکی از اینها رو با تیر زدن کشتن. مسئله معلمان هست، ببینید درخواست بازداشت های معلم ها رو شروع کردن، یکی یکی دستگیر کردن. افراد و فعالین سیاسی که قبل از انتخابات یک مقدار بعد از انتخابات بین آزادی در زندان اومدن، دوباره برای اینا درخواست کردن در احضاریه فرستادن که برگردن. چه اتفاقی اینجا افتاد؟ زمانی که سپتامبر 11 رخ داد، تو کابینه نخست وزیر انگلستان یکی از این کسانی که کار میکرد یه دونه ممو ایمیل میکنه، میگه زمان دفن خبرهای بدی. وقتی این حادثه در افغانستان رخ داد، دستگاه تبلیغاتی سایبری سپاه موجی رو به وجود آورد، به قول انگلیسی‌ها دودی رو به پا کرد و به قول ما ایرانی‌ها آب و گل‌آلود کرد. مردم شروع کردن از اصل قضیه که مبارزه با خود جمهوری اسلامی هست، این مادر تمام فتنه این منطقه، چشمشون رو برداشتن. الان نگاه کنید ببینید دیگه بحثی از محاکمه خامنه ای نیست. یکی از این جلادهای این جمهوری اسلامی که الان در سوئد دادگاه‌های سوئد گرفتار شده رو کمتر الان مد نظر هست. این همه قهرمانان بزرگ، این همه شجاعان، این همه شیرانی که در ایران بودن رو به فراموشی کشیدن، مبارزات مختلف مردم کشیدن کنار. شما توجه کنید الان بدون اسمی که ما از رهبران و کسانی که مدعی هستن کار سیاسی حقوق بشر در ایران میکنن، یه نمونه مثال بزنم براتون. خانم نصرت بهشتی، ایشون یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 تن بوده، تنهایی در خیلی از مبارزات مختلف مدنی شرکت میکنه، فراخوان میدن که برید در مقابل مجلس، در مقابل دادگستری، در مقابل فرمانداری بایستید اعتراض کنید برای آزادی زندانی. این شیرزن اولین نفری بوده که وای میستاده و بعضی موقع تنها هم بوده. در حادثه مشهد اینها برنامه میریزند، همایش مدنی به اون برن برای دفاع از زندانیان سیاسی، دستگیر میشن. الان نزدیک 30 روز هست که این بانو در زندانه، یک نفر
یک نفر از این کسانی که ادعا کردن الان مسئله مبارزه و مقاومت افغانستان رو با بوق و کرنا در شبکه‌های اجتماعی میزن، از این زنش شیرزن دفاع نکردن، اسمشو نیوردن. شما توجه کنید، ببین الان من یه مثال میزنم. ببینید شما نگاه، الان فکر میکنن با این که تو این شبکه‌های اجتماعی اومدن هر دقیقه یه شعری میسرونند و صدای میکنن و میگن که ما داریم از اینا حمایت میکنیم. آخه انسان باید یه مقدار میدونی به خودش تحمل کنه جناب مالی. مثلا رزمندگانی که الان در پنجشیر هستن نشستن یه لپتاپ باز کردن، دسترسی دارن به اینترنت فست یا پر سرعت، یه سیگاری بغل لبشون هست، یه چایی کنارشون هست، نشستن ببینن که ماها چجوری در این شبکه‌های اجتماعی داریم از ما دفاع میکنیم. ببینید این شکل این قضیه است که الان اومده. یا یه دن از این شاعره هایی که در دوران 88 گل میکنه میاد اعلام میکنه که آقا این رهبر ما یه همچین رهبری رو لازم داریم، مثل آقای مسعود. اصلا فراموششون میشه که این کشور رهبران تاریخی از زمان انقلاب مشروطه تا الان داشتن که اینها واقعا ستاره های درخشان این خاورمیانه هستن. جمهوری اسلامی اینها رو میگیره تیکه تیکه میکنه، امثال بختیار و غیره. آقا چطور ممکنه اینها به این سادگی درد و رنج این همه انسان شجاع و فداکار و هوشمند رو به زیر خاک کنند و فراموش بدن، به باد فراموشی بدن و اینها رو کنار بزنن؟ آقا از پوریا بختیاری مگه چقدر گذشته؟ داریم میرسیم به تاریخ این سال روز آباد. واقعا یک همچین شیر جوانی که ایستاد و در مقابل این نظام استبدادی واقعا وحشی و متوحش ایستاد و کشته شد، آخه شما شیرتر از این دارید برای کشور خودتون؟ پدر ایشون منوچهر بختیاری الان زندانه. چند نفر از اینا اومدن صحبت کنن که آقا ایشون در زندانه؟ نوریزاد رو دستگیر کردن دوباره بردنش زندان با حال بیماری و مسائل مختلفش. آقای واهریان رو دستگیر کردن، خیلی های کسای دیگر رو. چرا این کسانی که همیشه میان پشت سر صحبت میکنن الان خاموشن؟ الان دارن صحبت میکنن از پنجشیر و دره پنجشیر و مسائل مختلف افغانستان، فراموششون شده که چه شده در ایران. بله سپاسگزارم. البته بازم به شما برمیگردیم. در دور دوم پرسش اصلی من از شما این هست که خب چه باید کرد؟ چون ما که نباید پشت بکنیم به مبارزات زنان افغانستان، مردم افغانستان و اونهایی که در پنجشیر می جنگن. درود فراوان به اونها. کاری که ما براشون نمیتونیم بکنیم، ولی حداقل یک گرایش عاطفی داریم که اون بر جای خودش هست. اما ما در میهن خودمون گرفتاری های فراوانی داریم و رژیم جمهوری اسلامی از حکومت طالبان برای سرکوب ما و قارت بیشتر ما و خفه کردن مردم ما داره بهره میگیره. یعنی ارتباط خیلی نزدیکی هست. پس باید ببینیم واقعا چه باید کرد. جناب سلیمی خیلی خوش اومدید. شما اگر در این زمینه کلی سخنی دارید بگید، اگر نه بحث رو وارد چه باید کرد بکنید. بفرمایید. من اگر درود میگم به شما جناب امامی عزیز، سلام و درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند شما دارم، همچنین به جناب آقای اکبر کریمیان هم عرض سلام دارم. اگر چنانچه جنابالی در همین قسمتی که جناب کریمیان صحبت کردن اگر شما پرسش ویژه‌ای شما دارید که من در خدمت هستم، اگر نه که برحال هر جور که هر گونه که شما ترجیح میدید این روال رو پیش ببرید، من در خدمتم برم. بله ایشون یک موضوعی رو مطرح میکنه که گاهی مردم ایران نفسشون برای همنفسی با مردم، با زندانی ها، با دانشجوها، با زنان ایران، با زندانیان ایران گرم نیست. گاهی جوش میارن، به خیابونا میریزن، کشته میدن، شجاعت از خودشون نشون میدن. گاهی یک مسئله دیگری، حالا عمدن جمهوری اسلامی خیلی از مسائل رو درست میکنه که ذهن مردم رو متوجه جای دیگری بکنه، ولی قضیه افغانستان کار جمهوری اسلامی نیست، اما همونیست که جمهوری اسلامی میخواد. میاد و مردم رو از پیگیری
مبارزات درون کشور یه مقدار منحرف میکنه. اگر میشه دلایل این رو به ما بگی، چون شما هم با مبارزان داخل کشور ارتباط دارید، هم با اپوزیسیون در خارج از کشور، و شاید بهتر از هر کسی دیگر میتونید پاسخ این پرسش من رو بدید. خواهش میکنم. خب ببینید جناب آقای مامی گرامی، در مورد مبارزات مردم ایران، من به گمان من این مبارزه دوران طولانی رو 43 سال رو پشت سر داشته و در این 3 سال اخیر وارد یک فازهای بسیار بسیار جدیدی شده که و قوی داره پیش میره. یکی از اساس در واقع محورهای مهم بنیادی پیشرفت مبارزه و تحقیقاتی که بسیاری از اونانی که در عرصه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کار کردن و این المان ها رو در مبارزات و در دینامیزم یا جنبش شناسی ها پیش بردن و تحقیقات بزرگی کردن در این زمینه، اینه که نگاه نهادگرایانه به امر اقتصاد، اجتماع، حتی به تاریخ کشور هاست. یعنی در واقع در این 30-40 سال 3-4 دهه اخیر امر ایجاد نهاد و حتی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و برنامه‌ریزی بسیاری از عالمان دین، عالمان این عرصه ها جایزه های نوبل بردن در عرصه اقتصاد اجتماعی ها. یعنی نهادگرایی در واقع نه تنها در اقتصاد بلکه در عرصه های گوناگون علوم انسانی پیشرفت پیدا کرده. و بحث این چی هست؟ بحث فشرده این اینه که در هر جامعه ای شما برای اینکه به اون در واقع به اهداف گفتمانی، دیدگاهی، مبارزاتی، سیاسی و اجتماعی برسید، شما باید نهادهای لازم رو داشته باشید. کوتاه عرض بکنم، اگر انقلاب آفریقای جنوبی یا انقلاب لهستان یا انقلاب در چکسلواکی، چک در اونجا به نتیجه رسید، اینها بنیادهایی داشتن، اسوسییشن هایی داشتن، اتحادیه هایی داشتن در هر سنمونه که اینها را در حساس ترین شرایط نمیذاشته که در واقع از یک حدی بیشتر مبارزات اینها منحرف بشه. مثلا در آفریقای جنوبی غیر از اینکه حزب کنگره را داشتند، یک اتحادیه داشتن که 4 میلیون کارگر رو تحت پوشش خودش داشت و یه حزب کمونیستی داشتن که با اتحادیه در ارتباط بود، یعنی کنگره ملی آفریقا بود، اتحادیه 4 میلیونی بود و حزب کمونیست بود و این سنهات پوشش می دادند. و در ایران ما بعد از 43 سال ما به نهادهایی رسیدیم که در جامعه ما به یقین، و من اطلاع من تا جایی که اطلاعات من گواه می ده اینه که مشاهدات من، اطلاعات من اینه که به ویژه در این یک دهه اخیر، در دهه 90 تا منتهی به 1400، ما هزاران نهاد کوچک و بزرگ در ایران داریم و پیشرفت نفت در ایران و پیشرفت قیام های تا حدودی قیام بلوچستان، ولی عمدتا قیام خوزستان و حرکت های دیگری که قیام گونه هست در اینها نشان دهنده اینه که مثلا شما در نظر بگیرید، من اینو بارها عرض کردم، حدود 70 و چند هزار نفر در یک اتاق اینترنتی کارگران و کارگران نفت با هم دیگر متشکلند. این بود که اینا تونستن بیش از چند 13-14 تا اعلامیه دادن احتساب نفت رو، که من از پیش از انقلاب با نفتگران در ارتباط بودم، یک بار دیگر با این حفاظت سنگین تونستم پیش ببرم. و بعد علیه آتش دام و انسان و گیاه تونستم قیام خوزستان رو. به گمان من این قیام ها زیر سوال نرفته. من امروز اعتقادم اینه که تمامی نهادها دارن از زیر کار میکنن، بنیادها اینها داره متشکل میشه. من به گمان من جریان افغانستان نه تنها ما رو منحرف نمی کنه، این بازیه که نیروهای سایبری و پروپاگاندای رژیم، تبلیغات رژیم در یک دوره کوتاهی چیز می کنه. من خوشبین نیستم، من واقع بینم و همواره مشاهدات دقیقی رو به گمان من دارم. من فکر می کنم که این مبارزه نهادها دارن کار می کنن. این نهادها، این که الان رئیسی اومده سعی می کنه که منحرف بکنه، این انحراف پیش نخواهد رفت. و من فکر میکنم که این نهادها دارن کار میکنن در همه جا. اقتصاد ایران کاملا فروپاشیده است، ولی هنوز دستگاه سرکوب رژیم جمهوری اسلامی پاشیده نشده.
یعنی ما با یک پاکشیدگی عمومی روبرو نیستیم. نهادها دارن کار خودشون رو میکنن. یک نکته در قسمت اول بگم، دفاع کامل ما از ساقه تن ما، از ساقه از درخت تنومند فرهنگ ما، یعنی از افغانستان ما، یعنی از افغانهای ما، به نظر من جز لاوتزای تاریخ و فرهنگ و زندگی ماست. من در اینجا با متعدد دوستان افغان در ارتباط هستم، اونها روی ما حساب میکنن. مبارزه علیه طالبان امروز در ایران نشاندهنده فرهیختگی، نشاندهنده بزرگواری مردم ما هستن که به رغم تمام این فشارهایی که دارن ولی از ساقه تن خودشون، یعنی از افغانستان که به این درد دچار شده، زن افغان زن ایرانی است، هیچ فرقی نمی کنه. به گمان من ما در این لحظه داریم مبارزه می کنیم، همچنان داریم شجاعت های خودمون رو، شهامت های خودمون رو، نهادمندی های خودمون رو داریم نشون میدیم. ما به یقین در این مبارزه با احمد مسعود که فرزند اون بزرگوار مبارز افغان هست، ما در این مبارزه خودمون هم قوی تر بشیم. جمهوری اسلامی میدونه که مبارزه ای که جوانان عرب دشتاش پوش ما در خوزستان کردن، ارتباط داشت با جوانان عراق و میدونه که مبارزه زنان ما، حمایت اونها از افغانستان، مبارزه زنان خود ایران رو بیشتر خواهد بود. من اصلا نگاه حساس و یا حتی در این زمینه به اصطلاح مختصدانه ندارم. هر چقدر بیشتر ما حمایت بکنیم، ما خودمون رو، رژیم میدونه که این ما رو قویتر خواهد کرد و نشان میده که بزرگواری مردم ایران چقدر بالاست که در این شرایط حمایت میکنن و این حمایت برمیگرده به ما. و من معتقدم که افغانستان امروز افغانستان 20 سال پیش نیست. این مبارزه‌ای که در خیابان کابل و جاهای دیگر هست، اتفاقا کمر رژیم جمهوری اسلامی رو هم خمتر خواهد کرد. فعلا عرضی ندارم جناب آیمانی عزیز. سپاسگزارم. به نکته‌ای که اشاره کردید، من دوست دارم با چند جمله از خودم اون رو جمع جورش بکنم برای خودم. و اون که نخست، مبارزات مردم در ایران شکل یافته تر از گذشته است، آگاهانه تر از گذشته است و سنجیده تر از گذشته است. در افغانستان مقاومت زنان به ویژه در برابر طالبان بخشی از مبارزات مردم ایرانه. آزادی زنان و آزادی در افغانستان و مبارزات مقاومت حالا در پنجشیر یا هر جای دیگر جزئی از مبارزات ایرانیانی است که مخالف جمهوری اسلامی هستند. یعنی ما برادران و خواهران فرهنگی و تاریخی و همزبان و همسرنوشتی بودیم با افغانستان، هنوزم هستیم با مردم افغانستان. بنابراین پیروزی اونها ما رو در ایران تقویت میکنه. پیروزی هایی اگر ما علیه جمهوری اسلامی به دست بیاریم، اونها رو تقویت میکنه علیه طالبان. در غیر این صورت، طالبان در دو شکلش، یکیش به نام جمهوری خامنه‌ای در ایران، یکیش حالا جمهوری اسلامی در افغانستان طالبانی، اینها در آینده با هم ابماخه میکنن، به قول آلمانی ها دست به دست هم میدن، توطئه میکنن برای سرکوب همزمان هر دو بخش. و اونجاست که هیچ افغانی دیگه نمیتونه بیاد، حتی دزدکی در ایران جای قائم بشه و هیچ ایرانی در شرایط دشوار نمیتونه بره در افغانستان. این است که این دو مبارزه موازی است و مکمل همدیگه هستن. اصلاً این نیست که ما بگیم این مسئله اونهاست، مسئله ما نیست و اونا هم بگن مسئله خود ایرانی هاست، برن زندانیانشون رو نجات بدن، ما ربطی به ما نداره. نه، رشد هر دو طرف، رشد یک خاورمیانه روشن در آینده است. برمیگردم به جناب کریمیان گرامی. آقای کریمیان، خب این چیزایی که شما گفتید واقعیاتی است که انگوش گذاشتید، نامم بردید، اشاره هم کردید، نه واقعی است. اما به نظر شما ما چه باید بکنیم در ایران و چگونه باید مبارزات همرزمان و هماندیشانمون برای دموکراسی و آزادی رو در منطقه در واقع به هم نزدیک بکنیم؟ یک جبهه منطقه‌ای دست کم
در برابر ستمگران منطقه ایجاد بکنیم. بفرمایید. جناب سلیمی از زاویه خوبی نگاه کردند که خب هرچند دو دیدگاه متفاوت اما در یک جهت من و ایشون داریم و فرمایش شما هم در همون جهت. اگر اجازه بفرمایید من از همونجا شروع میکنم. ببینید دکتر لوتر کینگ یه جمله زیبایی داره و اون میگه که in threat to the justice، هر کجا که بی عدالتی رخ بده در واقع خطر است برای عدالت در هر جای. این که افغانستان باشه، عراق باشه، تاجیکستان باشه، یمن باشه، نمیدونم هر کجای دنیا باشه، عدالت وقتی در خطر میفته تمام کسانی که جویای عدالت هستن باید به پشتیبانیش برسن، در این هیچ شکی نیست. اما این ترمولوژی که ما در نظر بگیریم و بخوایم ما تجربیاتی که از مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی داریم منتقل کنیم به کشورهای دیگه یا به نسلهایی که در جاهای دیگه درگیر هستن، به نظر من این چندان واقعی نیست. حالا نمیخوام وارد اون بحث امپریکال این مسائل بشم، ولی این نمیتونه انجام بشه. چرا؟ چون تجربیات مختص به زمان و مکان خاصی داره و نوع برخوردی که باش شده. مسئله افغانستان و زنانی که اونها الان شما و دوست عزیزم اسپردید، اونها در یک زاویه دیگه در یک مرحله دیگه دارن مبارزه میکنن و زنانی که در ایران هستن در یک مرحله و در یک شرایط دیگه، هر کدوم برای خودشون دستاوردهایی دارن، در اجتماع خودشون پیروزیهایی دارن و بر اساس پلتفرم هایی که ساخته شدن دارن پله های نوردون رو برای آزادی طی میکنن. نکته که اینجا هست که من سعی میکنم روش الان هی تاکید بکنم که دوستان بدونن، بحث این نیست که ما در واقع طالبان یا مسئله که در افغانستان رخ داده، طالبان یک مجموعه ای از چندین نیروی متفاوت، این نیروها مختلفی اونجا جمع شدن که دارن یک نظام سیاسی اسلامی واقعا تروریست رو به وجود میارن. اما در کنار این شما داعش رو دارید، القاعده هم دارید، هر کدوم از اینها در حال جنگ و دعوا هستن برای گرفتن. خود همین جبهه مقاومت افغانستان که الان داریم ازش صحبت میکنیم، خب شما گهگاه دیدید که تو مسائل مختلف خود ایشون هم میاد از آقای قاسمی صحبت میکنه، سردار قاسمی که اومدن تو براش هزار تا شم و نرزم درس کردن به عنوان. ببینید ما نمیتونیم اینجوری فکر کنیم که ما میتونیم یه چک سفیدی رو به هر کسی بدیم هر کاری بکنیم. ما در حال مبارزه با یکی از بزرگترین سیستم های سرکوبگر جهان به نام جمهوری اسلامی است. روش های مختلفی درست، ما همینجور که داریم پیش میریم دستاوردهای بسیار داریم، اما جمهوری اسلامی و اتاق فکرش تجربیات جدیدی کسب کردن و اونها هم روش سرکوب مردم ایران و جنبش آزادی خواه ایران رو در رابطه با سرکوب کردنش سیستم های پیشده تری رو آوردن. یکی از اون مسائلی که به وجود اومده بود که من خدمتون الان بیشتر به همین دلیل در برنامتون اومدم این بود که چرا ما در این تحولاتی که رخ میده خودمون رو به صورت خیلی باز مسائل مختلف رو فراموش میکنیم، دستاوردهایی که داریم. بله جنبش ها و حرکت ها و قیام های مردم آتشی حسیر خاکستر، اما هر دفعه که ما داریم طی میکنیم میبینیم که جمهوری اسلامی هنری داره به نام این که از بحرانی به بحران دیگه پرواز میکنه، ایجاد دلسردی میکنه، تمرکز بر روی جمهوری اسلامی، مبارزه با جمهوری اسلامی و استبدادش در مرحله اول. این نکته اول بنده است که عنوان میکنم. کمک به نیروهای دیگه، پشتیبانی از جریانات دموکراسی خواه و عدالت جو در منطقه قطعا مرحله دوم داره. نکته که فقط اینجا میخوام عرض بکنم، کنار کشور سوئیس شما افغانستان یا ایران رو پیدا نمیکنید. همسایگان کشور سوئیس باید کشورهایی باشه مثل فرانسه، آلمان و کشورهای دموکراتیک دنیا. این یه واقعیتی که شما میفرمایید که ما نمیتونیم ایران دموکرات داشته باشیم در کنار همسایگان مثلا عجیب و غریب، یا برعکس کشورهای دموکراتی به وجود بیاد این حکومت واقعا عقبگرا هم در اونجا باشه. پس اینا تعادل داره، این رو نه من میتونم به صدا از این مسئله چشم بپوشم و نه مهمون عزیز شما و نه شما، اما اصل صحبت بنده در اینه
که وقت چراغی که به خانه رواست به مسجد و جای دیگه حرام است. شما نمیتونید زندانی های سیاسی و کسانی که دارن دستگیر میشن در زندان له میشن، در خیابان ها کشته میشن، به عنوان کودبر میکشن، به عنوان معلم بازداشت میکنن تا چرخ استبداد و سرکوب و خفقان تقویت بشه، قوی تر بشه، پیچیده تر بشه تا نیروها عقب برن. این مسئله هستش که من دارم روش دست میذارم که نباید از این فراموش بشه و این رو نباید تحت هیچ شرایطی از صفحه اول کارمون بذاریم کنار. آقای کریمیان، راه حلال دارید برای پیشنهادات درستی که دارید که چگونه راه میدانی کرد؟ بله، ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که الان رخ داد در همین صحبتی که اول بیانم شروع کردم، ببینید، این تحریم فعالانه انتخابات ریاست جمهوری پیروزی بزرگی نشون داد که همبستگی ملی در تمام جناح میتونه با هم دیگه کار بکنه و این نظام رو عقب بزنه. همبستگی ملی برای مبارزه با نظام جمهوری اسلامی یک ضرورته. کار فعالی میدانی ما این هست که روی محورهای این همبستگی ملی و به هم پیوستن برای گذر از جمهوری اسلامی و رسیدن به بسترهای یک نظام دموکراتیک گرد هم بیاییم. کارهای عملی که شما میفرمایید این برمیگرده به توانمندسازی خود مردم ایران. ببینید، یه نکته دیگه، من خیلی عذر میخوام که مجبورم خیلی سریع بگم. این فرهنگ امام زمانی که الان چندین هست در ایران خیلی تقویت شده، یکی از بغرنج هاست. مردم ایران منتظرن یک امام زمانی پیدا بشه با شمشیر بدین تمام ستم ها رو از بین ببره، ستمکاران و مملکت رو پاک بکنه، بعد به مردم بگه بفرمایید این کشور شماست. الان این تصور وجود داره که آقا اگر مثلا در اپوزیسیون وحدتی رخ بده، مثلا فرض کنید برای مثال آقای جناب پهلوی، نمیدونم بنی صدر، آقای شریعت مداری و هر کسی که شما مد نظر میگیرید و جناح‌های مختلف کنار هم بیان پشت میز بشینن، یه نگاهی به دوربین بندازن و بگن ملت ایران ما با هم دیگه متحد شدیم، قیام کنید و این ستمکاران رو از کشور بندازید. این به نظر من ساده لوحی هست که یک همچین چیزی رخ میده. یک نیروی اپوزیسیونی که داریم اسم میبریم که با این فراکسیونی که در درونش وجود داره سر و تهش که ما جمع بکنیم به 2000 نفر نمیرسه. این تصوری که ما فکر بکنیم که اپوزیسیون باید بیاد این رژیم رو عوض کنه، این همون تزریق اشتباهی که تو مملکت ما رخ داده. ملت ایران، مردم ایران، 80 میلیون مردم ایران باید احساس مسئولیت بکنن، باید اینها بفهمن و بخوان که خودشون رو از این مصیبتی که براشون حاکم شده نجات بدن. این به نظر من کلید اوله. اینکه من و شما چگونه عمل بکنیم یا چه کار بکنیم این یه بخش دیگه است، یا اپوزیسیون در اشل بزرگتر شکار میخواد بکنه یه بحث دیگه است، اما مسئولیت پذیری و مسئول بودن فرد فرد مردم ایران که در ایران زندگی میکنن یا در خارج از کشور امر بسیار حیاتی برای نجات کشور. جناب کریمیان، فکر نمی کنید اون کسانی که امام زمانی می اندیشند و منتظرند یک امام زمان بیاد نجاتشون بده در یک اقلیتی هستند یا پرشمارند اما نقشی در تحولات اجتماعی داخل ایران ندارند؟ اونایی که در داخل ایران می اندیشند و سرمنشأ تغییر خواهند بود اصلا فرهنگ امام زمانی ندارند، دارن سازمان یافته در گروه های خودشون، البته کار خودشون میکنن، داره اندیشه هستن، تفاوت داره اندیشه هاشون و اونا اصلا چک سفید برای اپوزیسیون نکشیدن، اپوزیسیون رو بخشی از خودشون میدونن و میگن شما دست کم میتوانید در بیرون از مرزهای ایران صدای ما باشید یا از ما پشتیبانی کنید. دیگه کلید الان در خارج کشور دست آقای پهلوی یا آقای شریعت مداری یا دوستانی که شما نام بردید نیست. کلید نجات ایران در دست مردم روشن ایرانه که همونطور که آقای سلیمی اشاره کردن دارن سازمانهای خودشون رو علنی یا شاید مخفی به راه می اندازن. خب اگر اجازه بدین شما اگه می خواهید در این زمینه کوتاه بگین بگین، چون بعد فرصت نیست. حتما ببینید، من منظورم از این اس بردن در کنارشم گفتم اصلا هر کسی که شما میخواید نام ببرید این مسئله رو من روشن کنم. دوم این که
شما من فرهنگ امام زمانی رو دارم میگم، نه اونایی که بهش معتقدن، یعنی کسانی که باور دارن که دیگران باید یه کاری بکنن تا ایران نجات پیدا کنه، تا خودشون نجات پیدا کنن. من این رو به عنوان لیبلی که یا زدم، اتیکتی که روش زدم، به عنوان فرهنگ امام زمانی اسم بردم، نه کسانی که باورمند به این مسئله هستن. همین. بله، متوجه شدم. بسیار خوب. آقای سلمی، شما راه حل ها رو چگونه میبینید؟ من میدونم که وقتی شما اهل سیاست در کنار هم میشینید، فقط دیگه دنبال رو نیستید، واکنشگر تنها نیستید، میخواید کنشگر باشید. برای کنشگر بودن باید ایده داشت، باید برنامه داشت و باید پاسخی داشت برای چه باید کرد. و باور دارم که شما حتما به این مسئله اندیشیده اید، با خودتون تنهایی یا با دوستان دیگرتون بحث کردید. دلم میخواد چکیده از اون رو در این 7-8 دقیقه که از برنامه باقی مونده با ما در میان بذارید. در جناب آقای مانی، در یونی و جولای و بله در حدود یه سال و دو ماه پیش همراه با جناب علی، همراه با دکتر بیژن افتخاری، آقای پرویز دستمالچی و جناب آقای علوی و یکی دو تن دیگر، ما 10 جلسه راجب در همین تلویزیون مانی 10 جلسه راجب گفتمان اهداف جنبش که در ایران هست، درباره استراتژی که نقشه راه حرکت، شما سوال یک معلمی رو که در ایران بود از خود همدان بود آوردید و ما راجب اون 10 جلسه صحبت کردیم. و در اونجا در اون دوره ایده ما میگفتن شما خوشبینید به تحولات، همون توی کامنت ها. ما در همون موقع نفت تازه شروع شده بود، نه این نفتی که این جنبش عظیم، ما در همون دوره در همین تلویزیون مانی عرض کردیم که غول نفت در راهه. و حتی در همون دوره گفتیم الان همه نوارها موجوده که قیام ها خواهد آمد. ما در همون دوره گفتیم که مردم به سازمانیابی خواهند رسید. ما خوشبین نبودیم، واقع‌بین بودیم. من این مدل رو عرض می کنم یک بار دیگر، بسیار فشرده. برای اینکه من از واژه انقلاب خوشم نمیاد، چون من خودم جز سوختگان انقلاب ارتجاعی در واقع 57م. من از جوانانی بودم که اعتراف می کنم که نقش سنگینی داشتم. متاسفم که در غربت لاف مردی نمیزنم، متاسفم که اون نقش رو در جوانی من که یک تحصیل کرده جوان بودم داشتم و از این اعتراف رو. اما امروز میخوام بگم این مدل مدلیه که در انقلابات عمل کرده و راه حلی است که فشرده در این دقایق میشه عرض کرد. ببینید جناب آیمانی، دوست عزیزم جناب اکبر کریمیان حق داره، این هشداری که میده، این چرب این شلاقی که از خود ماها به دیگران داره میزنه، میگه هشدار باشید، بیدار باشید، با جمهوری اسلامی در مبارزه هستید، باید همواره همه طرح‌ها رو به کار گرفت، درست. اما در این جنبه ببینید، برای اینکه یک رستاخیز همگانی به نتیجه برسه، شما یک مردم رو دارید، این مردم در واقع در سازمانیابی های خودشون قدرت اجتماعیشون رو تشکیل میدند. این مردم آگاهی که در عرض 43 سال آگاهی حقوق بشری، آگاهی رادیوها، تلویزیونهای مثل مانی که در این یک دهه جلوی مانی، نمیگم اینو، که واقعا با فرهنگ شیعی، با فرهنگ سنی، حنفی، شافعی، همه اینها را آورد کشید. اون زن و اون جوان و روشنفکر افغان این حرفا را شنیده. امروز اینها در سال 2001 نیستند، هزاران نه ده ها هزار زن و مرد افغان این اطلاعات رو راجع به اسلامشون شنیدند. امروز این آگاهی در واقع چه در مردم افغانستان و چه در مردم ایران تبدیل به یک عامل سلاح سازمانیابی شده. پس مردم یک المان برای حرکت، مردمه المان دیگر و فاکتور دیگه برای حرکت، برای رسیدن به رستاخیز در واقع دموکراتیک. ما که نمیخوایم که فروپاشی بشه، دوباره سرنوشت کشورهای فروپاشیده ای مثل لبنان و بعضی های دیگه را داشته باشیم. ما دنبال یک تحول دموکراتیکیم. یک عامل عامل مردمه، عامل دیگر سازمانهای مردم نهاده، سازمانهای صنفی، قدرت اجتماعی، سازمانهایی هستن که برای کار صنفی، حقوق، اقتصاد، غیر غیر دارن کار میکنن. عامل دیگر
احزاب و سازمانهای سیاسی هستند که اینها به تدریج رشد کردن نسبت به دهه پیش. عامل دیگر رسانه است. عامل چهارم رسانه هایی که میاد تبلیغ میکنه بین مردم. هر روز ما میبینیم مردم به رسانه های داخل دیگه بهایی نمیدن، اعتنایی نمیکنن، به رسانه های خارج اعتنا میکنن و آگاهی میگیرن. عامل پنجم شخصیت هایی هستند که گذر کردند از اینکه به قول جناب آقای اکبریان رهبرهای فرهمند کاریزما، یک زمانی آقای بنی‌صدر بوده قابل احترام، یه زمانی نمیدونم آقای ایکس ایپسیلون بوده که کوچیکترا بودن، امروز از اینها گذشتن مردم. امروز مردم صدها و هزاران رهبران میدانی دارن. رهبران ملی باید بتونن این رهبران میدانی رو با هم دیگر هماهنگ بکنن، میانجیگری بکنن، که این امر میانجیگری داره پیش میره. پس عامل پنجم شخصیت های رهبران میدانی و ملی هست. و عامل ششم جناب آقای مامی عزیز من اینه که بخشی از دیوان سالاری و ارتش و نظامیان بشکنند، از سوی رژیم به سوی به هر حال جبهه مردم بیان. این شش عامل، هر یک از این شش عامل تغییرات بزرگی در ایران کردن. ما به سوی همگرایی ها داریم میریم، همونطوری که پارسال سال پیش حدس میزدیم که مردم دارن جلو میرن. ببینید اقتصاد ایران فروپاشیده است، مردم خفت این رئیسی رو خواهند گرفت. ایران به لحاظ بودجه، به لحاظ وضعیت اقتصادی، به لحاظ تیم اقتصادی که داره، ما در تحلیل های اقتصادی این رو روشن کردیم، اینها به زودی سقوط کامل پیدا خواهند کرد و این پیش روی ماست. نفت نخوابیده، فولاد نخوابیده، معلمان نخوابیدن، کارمندان و همه جا دارن میان جلو. من به یقین میدونم که ما در آینده بسیار زود تمام این مبارزات رو خواهیم داشت. من شش عامل رو شمردم و در هر شش عامل پیشرفت میبینم. عامل هفتم حادثه است. آلمان ها میگن سوفال و شیکسال، سرنوشت و حادثه های مثبت. به یقین بدونید اگر بعضی از حادثه ها به اینها کمک میکنه، حادثه هایی به سمت ما خواهد آمد که بر بستر اون چه که امروز شمردیم که پیشرفت های ما هست، حادثه های خوبی برای ما هم اتفاق میفته. مثل همون حادثه خوبی که جناب آقای کریمیان گفتن، بیش از ده ها میلیون انسان این انتصابات رو تحریم کردن. ما حادثه های خوبی پیش روی ما بود، استفاده خواهیم کرد. ما با این هفت عامل، عدد هفت جادویی که حادثه های مثبت هست، ما که جز نیروهای دموکرات هستیم نمیاییم مثل طالبان و ارتجاع اسلامی رکس آبادان رو آتش بزنیم. ما اخلاقمند مبارزه می کنیم، ما حادثه ایجاد نمی کنیم، ما حادثه هایی که به وجود میاد رو بر بستر اون پیشرفت های ما به کار خواهیم گرفت و در یک مبارزه اخلاقمند در واقع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مردم، رسانه ها، سازمان های تشکیلات مردم نهاد پیش خواهیم رفت. و من بسیار بسیار واقع بینانه بسیار خوشبینم که این رژیم و این مبارزه مردم افغانستان هم امروز کمکی خواهد کرد. اون چه که در خیابان های افغانستان اتفاق افتاده، من به یقین میدونم برمیگرده دوباره به خود کشور ما. باید تماماً با همه هوشیاری هایی که آقای کریمیان گفتن در داخل خودمون باید مراقب باشیم، ولی باید با تمام وجود ما از اون مبارزه به هر حال در افغانستان، خیابان های افغانستان و شیر دره پنجشیر باید حمایت بکنیم. جناب آقای مانی عزیز درود بر شما. من دوست دارم یک موضوع رو مطرح بکنم. هر کس شما عزیزان دو دقیقه سه دقیقه در بارش صحبت کنید، وقتمون زیاد نیست. ببینید الان آمریکا داره میشه متحد طالبان، خودشون هم بیان کرد. ایران حمایت میکنه از طالبان، پاکستان، چین، روسیه، قطر، عربستان، ترکیه. آیا این اجماع بین المللی بین کشورهای دموکراتیک غربی و کشورهای دیسپوت و دیکتاتور شرقی یک هدف مشترک نداره غیر از اهداف ملیشون که دنبال میکنن؟ یک هدف دراز مدت و مشترک دارن و اون زدن جان و فرهنگ ایرانی است، اون تمدن بزرگ ایرانی است. من فکر میکنم
برآوردن طالبان یک نقشه دراز مدت برای محو تمدن ایرانی است که افغانستان و تاجیکستان درش سهیم هستند. این نظر من، من نظرمو گفتم، اما نظر شما مقدم است. شما بفرمایید جناب کریمیان، بعد آقای سلیمی و برنامه رو تمام می‌کنه. خیلی ممنون. من در پیش از این که من اینو باز کنم که متاسفانه نظرم با شما همسو نیست، ببینید مسئله اصلی توانمندسازی مردم هست و مسئولیت پذیری اونها. بعد از اون ما میتونیم ادعا کنیم که برنامه میتونیم داشته باشیم. در رابطه با نکته که شما گفتید، نه، من شخصا فکر نمی کنم که آمریکایی ها یا روس ها یا هر کدوم از اینها مشکل فرهنگی دارن با جایی. اینا مسئله منافع اقتصادی و کسب قدرت ژئوپلیتیکشون هست. آمریکایی ها به دنبال این هستن که از طالبان، حکومت طالبان جریانی رو بسازن که بتونن روی جمهوری اسلامی اهرم فشاری داشته باشن، همونجور که باز کردم تو مقالم که اینها یک اصلا رقیب مذهبی هستن، تضاد آنتاگونیستیکی دارن، غیر آشتی پذیر هستن، با کنار اینا بسازن. چینی ها به دنبال این هستن که در قسمت مرزهای غربیشون که مسلمان نشین هستن رد پایی رو باز نذارن که این مثلا مخالفان کشورشون، مخالفان نظامشون که مسلمان ها هستن بتونن برن در افغانستان کمک بگیرن. روس ها هم به دنبال این هستن که بتونن جایگاهی رو درست کنن که رد پای باشه برای گریز از آمریکا و مسائل مختلفی که اونجا رخ داده. یعنی هر کدوم از اینها با اینکه با هم در تضاد هستن، در به دنبال این هستن که چطور میتونن منافعی رو برای خودشون حفظ بکنن در اونجا و رد پای باز کنن برای اعمال قدرت یا برنامه‌ریزی سیاست‌های بعدیشون. من از جناب سلیمی شما نظرتون رو بده. من فکر میکنم که منافع هر یک از این کشورها یه چیز دیگره. من فکر میکنم که ما در ماهای آینده شاهد یک درگیری و تنش بین در واقع ایران و افغانستان خواهیم بود. ما حتی شاهد روی مسئله افغانستان، شاهد یک تنشی بین ایران و پاکستان و حتی بین ایران و ترکیه خواهیم بود، چون اینها در اونجا اصلا خود مذهب حنفی سنی و شیعه خیلی تضاد داره. اینکه توطئه‌های پشت این جریان افغانستان و روی کار آوردن، من این رو میبینم که روی کار آوردن چیز از طرف بایدن حداقل اینه که از ده ها میلیارد مخارجی که در افغانستان هست، و اینو هم چین میدونه هم روسیه، اینا همه هر سه کشور میدونن که در درون دره افغانستان به این چاه ویل نباید گیر بکنن. اینا خوب از استراتژی های هم دیگه خبر دارن. بنابراین این که این همسویی در یک دوره بسیار کوتاه ایجاد شد، هر یک از این رژیم ها مار خورده افی هایی هستند که کاملا همدیگه را زیر ترصد و زیر کنترل دارن. اما من یک نکته دیگر هم اضافه بکنم، به نظر من طالبان در آینده میان مدت در افغانستان چشمندازی نداره که بتونه افغانستان رو، این مسئله حساس هست. جناب علی میدونید که پارسال که بحث چین پیش اومد، من با دوستان در همینجا صحبت کردم که مسئله چین رو بزرگش نکنید، اینطور نیست. این 480 اینا همه تبلیغه، اینطور نیست که فردا اینا بیان. الان یک سال گذشته هم چیزی اتفاق نیفتاده. میخوام عرض بکنم که نه چین میره در افغانستان سرمایه گذاری های بزرگ بکنه، نه روسیه این کارو میکنه، و نه حتی آمریکایی ها پول هنگفتی به اینا میدن. من آینده ای و چشم اندازی برای تسلط طالبان در افغانستان نمی بینم و این منو بسیار خوشحال میکنه. جناب آقای معنی گرامی، سپاسگزارم از شما آقای افسر سلیمی گرامی و از شما آقای اکبر کریمیان که دعوت من رو پذیرفتید. بهره بردم، امیدوارم که بینندگانم بهره ببرند و باز هم شما رو در برنامه آتی رادیو تلویزیون مانی داشته باشیم. سپاس از شما.